با سلام درود احترام خدمت هموطنانم در جای ایران و دنیا. خدمت شما هستم که خبر امروز اومده که در مسیر قبر جنایت یکی از جنایتکار آدم های کره زمین و ایران به خصوص سه تا بمب منفجر کردن. من از بمبگذاری خوشم نمیاد، متنفرم و ایکار درست نیست، اما این یکی رو واقعا به ملت ایران تبریک میگم، چون مسیر قبرستانی که جنایتکار توش دفنه مسیر خلوتیه، جاده خلوتیه، اونو که رو رفته میدونم چی میگم. و کسایی که امروز رفتن برای مراسم این کثافت نجاست، از اون کثیفتر و نجاستر نجاستن، میدونن این جنایت کثافت رو، این بیشرف رو، این حروم زاده رو، این حروم لغمه رو، این بیناموس رو، این بچه کش رو. بعد بولم شد او همه جبه دارم اونجا که چی؟ از شما متبلغتر، چابلوستر، بیشرفتر، بیناموستر کسی هست که از اون جنایتکار حمایت میکنید؟ هر کسی جنایتکار حمایت میکنید حقش هر سرش بده کمه، اما جایی یه نفر خیلی خالی است، خالی بود امروز، خیلی خالی بود، یکی از حرومزاده ترین، کثیفترین، پریدترین افراد ایران به اسم هنرمند در گوش هست به نام داریوش ارجمند. تو چیجور بمیری من نمیدونم، یعنی چابلوسی این حد؟ تو هنرمند اسروته نیستی، تو یک خائنی، تو یک هستی بیشرف. تو میای اینو با رستم مقایسه میکنی سلیمانی رو، توفتی شرف نداشتن، این اند بیسوادی و احمقی و خائنی تو کثافته. من واقعا خوشحاله به اتفاق افتاده امروز، چون یک سری از افراد مزدور کثافتی که میان هنوز سلیمانی قبول دارم و میاد با مردم ظلم میکنم باید یک کشته بشن و کشته شدن حقشون هم هست، حقشون، حداقل حقشونه. خوشبختانه شب جمعه نبود، شب پنجشنبه هم بود، حالا شب جمعه عده بیگناه هم کشته میشدن، ولی مطمئنم هر کی کشته شده اینجا به درک واسه شده حقش بوده. شما جیره خوره و کثافت هستید، شما افرادی هستید که هنوز افکار اون تو ذهنتون هست، هنوز فکر اینجوری هست، باید برید، این ملت باید این کثافت پاکسازی بشه، این ملت باید از شر شما خلاص بشه. قانون کائنات این کارو میکنه، دست بمبگذارش درد نکنه، میگن حکومتی ها بودن، دست اون هم درد نکنه، فرقی نمیکنه واسه ما. خود حکومت این کار کرده که افکار مردم رو نفهمه، بگه اینجوری 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 است. بابا مردم از سلیمانی متنفرن، چندش میشه اسم حقش میگیره. شما تو آدم خود اونجا هستید، این خمینی کس، این خامنه‌ای که استفاده دجال، این خمینی بیشرف، راجع به خامنه‌ای کار کلیپ خواهم گذاشت. من ساکت هستم، میخوام ببینم این افرادی که این مزدورایی که این جیره خورایی که تو حالا خفه خون گرفتن کی به حرف میان یا نمیان. این کاری که خامنه‌ای کرد بزرگ خدمت ملت ایران و خیلی‌ها کرد که سخن خدا دهن تو میاد بیرون، خدا رو خرج کردی، ولی خب منتظر من همین میخوام ببینم داری شما اینو این اون آشغال کثافته دیگه چی میخواد بگم. تو خط قرمز تو خامنه ایه، پول فقط میگیرم خامنه ای فوش دادن بعد دیره نگم. من موضوعیت اون رو حرفشون بیرم چی بخواهم بگم، انتقاد نه یا مثلا تنه نه، با صراحتا با تمام وجود بگید که این کثافت کثافته، این بیشرف بیشرفه. تو فردا امشب تا خوشب گریه بیزار، خدای شکرت اینجوری میره اونجا میمیره، به درک واسط میشه، تیکه تیکه میشه، و حالا باید افراد دیگه هم برن چیز بکنن. بعد خامنه ای هم که بی خود از خودتون میدونم مسئول میکرد. درخواست مهم از رئیسی، بچه هم میره شما درخواست میکنید انتخابات مجلس به تاخیر بیفتد، چه بیفتد چه نیفتد، شما افتادید ده، شما تمام شده هستید، شما تمام شده هستید. من با دلیل و برهان و منطق و هر چی که بگید اینو دارم بهتون میگم، مخصوصا با گوخوری که دوست خامنه ای کرد، حرف خدا دفت در میاد داره کلیفی میذاره. نجاست، کثافت، بی حیا، بی شرم،
گل خوردی با جد آباز با خمینی دیوس. بله، جلسه مشترک رئیس جمهور و دبیران کل احزاب به دعوت رئیس جمهور از طریق وزارت کشور برگزار شد. الیاس حضرتی درباره پیشنهاد اصلاح طلبان برای بهبود وضعیت کشور در نشست با رئیس جمهوری گفت انتخاب تأخیر افتاده و ثبت نام های مجدد انجام شود. چشم. اکثریت 24,000 نفر ثبت نام کننده تایید سند شدند. چشم. اقدامات عاجل در زمینه حل مشکلات اقتصادی صورت گیره. حتما، اصلا که روز راخشه، اصلا شک نکن آقای الیاسی، آقای الیاسی شک نکن، برطرف می شود. تصمیمات جهت ارتقا بالا بردن جایگاه مالی صورت گیرد. همون که ساعت در صورت خامنه‌ای هست خود میبره بالا، کار نداره، میبره میبره تصمیمات جهت ارتقا بالا بردن جایگاه مجلس صورت گیرد. تصمیمی در حوزه‌های چون سیاست خارجی و فیلترینگ هم به مجلس محول شود. چشم، حتما قربونتون برم. به شما بی‌ناموساره، به شما هر روز داره، به شما که از خود هیچ چی نداری داره، بس دیگه تموم شد دست شما. تصمیمات در بودجه 1403 اتخاذ شود که از آثار مثبت در معیشت و زندگی بازنشستگان فرهنگی و کاران داشته باشد. خیلی بامزه اینا. رویه‌های جاری صدا و سیما اصلاح شود. 100% چشم در 40 سال آینده. تکلیف پرونده مفاسد اقتصادی روشن شود. اصولگران حاضر در نشست هم پیشنهادهایی داشتند که در دو محور اصلی بهبود وضعیت اقتصادی معیشتی مردم، تصدیق امید، همچنین اعلام نگرانی نسبت به عملکرد برخی رسانه‌ها مطرح شدند. اعتماد آنلاین الیاس حضرتی در شماره امروز روزنامه اعتماد محتوای نشست رئیس جمهوری با پارلمان سیاسی دبیران کل احزاب تشریح کرده است. به گزارش اعتماد، جلسه مشترک رئیس جمهور و دبیران کل احزاب دعوت رئیس جمهور از طریق فلان گفته تکرار کرده باز. گروه از دبیران کل احزاب فعالیت سیاسی از هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب دیگه تمام ماجرا در این نشست حضور پیدا کرد. برخی بیان دیدگاه‌های خود برداختند. در این میان برخی چهره‌های اصلاح طلب مدعو به دلایل مختلف از جمله سفر حضور پیدا نکردند، ضمن اینکه چهره‌های دیگری چون آذر منصوری هم اساسا برای حضور در این نشست دعوت نشده بودند. حالا کی هست این خر نمی‌دونم. اکی این روکر با اعتراض انتقاد و گلای برخی حضار مواجه شد. از مجموع گروه های اصلاح طلب میان رو چهرهای چون مجید انصاری، محمد باقر نوبخت، محمد علی ابتهی، علی ربیعی، محمد هاشمی، محسن هاشمی، محسن مسعود پزشکیان، وکیلی، حسین مرعشی، علی مطهری، عمدن اسمشون میخونم، علی مطهری، محمد قوچانی، حشمتیان، جواد امام، بنده، الیاس حضرتی، کواکیبیان و از گروه اصولگرا هم افراد چون غلامعلی حداد عادل، بادامچیان، آقا تهرانی، صادق محصولی، بوربور، افشار، اساسین الله کرم، سید نظام موسوی، مالک شریعتی، زهره الهیان، فاطمه قاسمپور، آقای حمید رسایی، زری بافان در نشست حضور داشتن. مبارکتون باشه. آب تو آبم بکوبید تا جون در بیاد، جونتون در بیاد. آخر کارتونه، آخر کار تموم شده است. من که مطمئنم تموم شده است. یه مثالی میخوام راجع به زن خامنه‌ای بزنم، رو نمیشه، خوبی تربیتیه، برای بعضی ها میفرستم اونها یه جوری پخش کنن این رو. تماس مکرون با گانتز، فرانسه از اسرائیل خواست از تشدید تنش به ویژه در لبنان پرهیز کنند. دیگه از دست شما در رفته است، هیچ کن کاری نیستید، حقتونه، خودتون درست کردید، خودتون ساختید، خودتون پرداختید، خودتون چوبشو میخورید. توافق آمریکا و قطر به تمدید حضور نظامی 10 ساله آمریکا در پایگاه هوای العدید. ایالات متحده و قطر، خیلی جالبه نه؟ خیلی جالبه نه؟ آمریکا با قطر. آمریکا خیلی بدبخت زری، خاک بر سرتون بکنه واقعا. با قطر خاک بر سرتون بکنه. فکر کنم سیده رو هم پاشیم چرخه. نه، شورای امنیت برای بررسی حملات حوثی‌ها به کشور در اسخ تشکیل جلسه میدهد. باری که الله به شما، آفرین به شما، آفرین به شما، آفرین به شما. هشدار کم سابقه نتانیاهو، حزب‌الله جنگ را گسترش دهد. همراه ایران ضرباتی خواهند خورد که به خواب ندیدند. تو خوردی با جد آباده دروغ و کثافت، حرام زاده کثافت. این شین جنگ و شرشو برای شما زندگی است، برای شما نعمته، به قول خمینی برای شما نعمتی. این جنگ ها خاک عالم بر سرتون بکنه. اینقدر بی شرفید، اینقدر هرومزاده هستید.
تو این حد دروغ میگی، تو هم نقش بازی میکنی، ولی آخر عاقبتتون رو باید ببینیم. بله آقای دور شهرجان ریش پش بوده در حد علا و صحبت مدرده با آقای سلیمانی. سرداز پاسدار محمد جعفری اصلی پیش فرمانده پیشین نیروی سپاه پاسداران در سوریه به مناسبت سالمرگ قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس با خبرگزاری تسنیم با وسیله سپاه پاسداران گفتگو کرده و در این گفتگو از جمله گفته است که نیروی قدس سپاه پاسداران فقط برای قدس تشکیل نشده است. ما دنیا درست کنه. و جالبه که یه نفر با نوشته که این آمریکایی در مقابل 4 پاورنه یمنی هیچ غلطی نمیتونه بکنه. خودشو ساختن. میگه نکنه دوستان کلینتون نگفته چی که ما این داعش خودمون ساختیم. طالبان خودمون ساختیم. خودشو ساختن. یکی از شاهکاری که شاهزاده کرد دوستان. واقعا اصلا شاهکار در تو تاریخ ما سابقه نداشته که ملت ما اینقدر با هم متحد بشن. اونم ملتی که از نظر اعتقادی فلافل متمایز کرده بودن همه یک کاسه به یک دست شدند. واقعا دست مریضات داره شازده. ملت با هم متحد شدند. خانواده شهید جانباز این اون ایرانی این کاسب همه یک دست شدند. فقط یک سری موضوع کاسب که اونا ذات نمونه و باید در تو امورایی که در سوری میرفتند. تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامد نهن آدمی. تو دشمن این ملت هستی. باز داری یک کسافت کرد. هنوز داری زند رو باسته این هاست. از حقی ملت داری میخوری. ولی ملت با هم متحد شدند. این یک شاهکار تاریخی است. یک شاهکار قرمه. شاهکارش که تا رو سابقه نشه. این همه ملت با هم متحد بشن. چند تا خبری هم از اون دارم بخونم و بعد تا کلیپ های دوسته کلیپ با حال بخونم تردیم بکنم. رئیس کل اسبق بانک مرکزی تورم سالنده کاهشی نخواهد بود. این عمه منم میدونه. رئیس کل اسبق بانک مرکزی در واکنش به ادعای دولت ابراهیم رئیسی مبنی بر روند کاهشی تورم در سال جاری و تداوم آن در سال آینده چه امیدوارم هستم. خوشم میاد استم از تو برم سو خیلی خوشم میاد. برنامه کاهشی تورم در سال جاری و تداوم در سال آینده گفته است که افقی که بتواند به ما نشان بده سال آینده تورم به رو کاهش خواهد وجود ندارد. ولی لیلا سیف در گفتگو با وبسایت خبر آنلاین تاکید کرد که با محدودیت درآمدها و افزایش هزینه ها کاهش تورم شدنی نیست. تسنیم دو کیف حاوی بمب منفجر شد، بیش از 50 نفر کشته شدند. اول 3 تا کیف بود، دو تا بیش از 50 نفر کشته شدند، کلی هم تلفات دادن. جالبه گفته کیف‌ها رو از راه دور منفجر کردن. عجب خوب میدونی اینا نه؟ خوب خیلی خوبه. وزیر دفاع بریتانیا چرا بازی رو باختن دیگه. الان آمریکا داره خط جدا میکنه و میخواد اروپا رو به خاک ذلت بشه. میجر بریتانیا این روبای پیر استثمار و استعمار رو آماده حمله به شورشان حوثی در یمن هستیم. عجب بده حتما بده کار بکنی شوخی نه چیز اگه کود نکنه. خب عربستان که باز دوباره زد زیر حرفاشو به گفته سخنگوی شرکت هواپیمای جمهوری اسلامی هما اعزام زائران ایرانی به عربستان برای حج عمره به دلیل عدم دست مجوز نهایی لازم است عربستان فقط فعلا تعلیق شده است. امیدوارم اینایی که الان میرن مکه میرن عربستان برن و برنگردند. این هم کسی هست به سر قبر سلیمانی بیشرف. من از اینا پوست خیلی اشوار میکنم. دارم آماده میکنم. شما منفوری، شما کثیفی در این موقعی پروتست کردی شما رسانه میکنی. شما چرا به شما مجوز ندادن؟ با شما قرارداد داشتن، این قرارداد بسته بودن که به پروازی هما برن. چون خودشون چونشون در خطره، خودشون اقتصادی در خاک زرد شدن، هزینه های دارن میکنن که اون سرش ناپیدا. برای 7 پشت عربستانی ها هم هزینه سازی کردن شهر ساخته میشه که چی؟
که چی کی میاد تو اونجا؟ تو مثلا آسون برف ببارو، هر کار بخوای بکنی بکن. خدا رو شکر میکنم که دشمنان ملت ایران از احمق ها هستند. ایام بکنم رو